خواهد کرد. ضربه بلند از مهدی رحمتی. بنگر بالاتر ساموئل ضربه سر میزنه. سید صالحی. اوه چه برخوردی رفت رو زمین. انجام شد. درست در میانه میدان. با خطای سید مهدی سید صالحی. اعلام شده. این لحظه تو بین او و آن دو برخوردی به وجود اومد. آن دو رانی تیمولا روی زمین افتاده. چه علی دایی رو ملاحظه میکنه. خیلی دوست داره رکورد امیر قلعه‌نویی رو بشکنه که در داربیا نواخته. خودش هم به حال سپیت کنه در روی نیمکت پرسپولیس با ما مربی که دو داربی رو برده. حالا مساوی نکرده علی دایی در داربیا. دو بار باخته یه بار برده. امیر قلعه‌نویی هرگز نباخته. ماهینی هم از اون نیمکت کارو دنبال میکنه. در تیم استقلال حسینی، نیکبخت، برهانی، آبدینی، قاسمی و مجیدی از اون نیمکت کارو دنبال میکنن. در تیم پرسپولیس هم حقیقی ماهینی شده، محمدی، نوروزی، کفشگری و البته محمد رضا خلعتبری با پیرانه شمای 99 حضور داره که حتما همکارانمون تصویرش هم خواهند داد به شما. بعد از کلی سر و صدا و حرف و حدیث بالاخره آکتیسیش رسید و از اون نیمکت کارو دنبال میکنه. خطا به نفع تیم استقلال. بعد خلط بری رو ملاحظه میکنید. هنوز فیفا هنگ نکرده بابت آی تی سی و صدور رضایت نامش. تو سمت راست روی دروازه فرستاده میشه. بلند روی دروازه یک ضربه که سروت رو بکنه از کنار دروازه بیرون میره و کورنر. چقدر نیلسون کوریا رو ملاحظه میکنید. با 37 سال 254 روز حالا مسن‌ترین بازیکن تاریخ شهرآورد داربی به حساب میاد. این تو دوست که میاد روی دروازه بعد زنبه سر جنرال حسینی زد و درستی کورنر گرفته شد. اعتراض نیلسون کوریا تو به سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه که عصبانی شد. اکبرپور کلی استارت زد تو بهش ندادن اونجا. آقای فقادم اشاره میکنه که توپو درست روی قوس گوشه زنی بذاره. سانسوی دروازه انجام میشه. دوباره به بیرون میره. دوباره این کورنر برای تیم استقلال. تماشا که استقلال از تیمشون گل میخوان. کوتاه کار میکنه. حالا اکبرپور برای آن تیموریان. ساعت انجام میشه روی دروازه که نیلسون توپ رو در اختیار میگیره. همه رو سعی میکنه دریبل بزنه تا خودش بتونه بازی رو شروع کنه. حالا با زدن این ضربه پاس خوبی رو میندازه برای دهنوی. چیکار کرد دهنوی؟ با پشت پا توپ انداخت بازی کنه حریف. پژبان نوری در میانه میدان. آن دو تیموریان. صادقیان روش خطا میکنه. جواد نکونام بعد بازی رو شروع کنه. جلال حسینی و محمد قاضی رو آقای فغانی صدا میکنه. تذکر میده بینشون. سعی میکنه صلح برقرار کنه. محمد قاضی هم خیلی انگیزه در این مسابقه هر چه خودش رو به تیم پرسپولیس باز هم ثابت کنه. حنیف عمران زده باید تو بیکه نیلسون در اختیار میگیره. زمین بلند از نیلسون با تاثیر سالی ضربه رو بازیکن استقلال میزنه اونجا. اوه ضربه رو زد برش نزدیک گو کشه پیام صادقیان. ضربه اومد به کمرش. تو فکرم جریمه شخصی نکنم. حالا تصویر هست حتما همکاران نشون میدن. ضربه رو که زد امیر حسین صادقی برش با استوک اومد رو کمر بازیکن پرسپولیس. اینجا ضربه رو زد بعدش فرود اومد رو کمر پیام صادقیان. کارت عمدی نبود حرکت امیر حسین صادقی رو همین فکر کنم کارت بهش نمیده. ما حقیقت پزشکی تیم پرسپولیس قبلا در تیم استقلال
فعالیت میکنه. کلا خیلی ها هستن که استقلالی بودن الان در پرسپولیس هم و برعکس. رضا آرامپور مولایی از نیمکت پرسپولیس و کلی از بازیکن‌ها دیگه حتما خودتون بهتر میدونید. بیرون زمین میره پیام صادقی ها. جای خالی امید عالی شکرنان در استودیو برنامه پیکار برخرم هست. احساس خوب جا افتاده بود در دو هفته آخر. رضا حقیقی یه جور گارد گرفته که میخواد اول از همونجا بزنه به سمت دروازه. محمد نوری کاپیتان پرسپولیس صادقی هم مشکل به ادامه مسابقه نداره. حقیقی ضربش زمینی و کم جون هست. توپ میره به گوشه زمین. تلاش نظری هم ثمری نداره. حقیقی یه باز خوب با بیرون پا ارتباط رو قطع میکنه. پژمان نوری ساموئل دینبی یه ضربه سر رو میزنه. خطا اولین اعتراض امیر قلندری گوشم از گوشش در میاره که خیلی کامل بشنوه. آقای یزدان جهانبازی هم بونه داور چهارم میره اونجا. بله بله باز خواهی تمام میشه. بازی رو بنگر بعد آغاز کنه. دقیقه زمان بازی گذشته بدونه که اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ بده. دهنوی محمد نوری نظری خطا به نفع تیم استقلال. خطا رو محسن بنگر انجام داده. سیاوش اکبرپور گوشه زمین به دنبال تو حرکت میکنه و تو به نفع تیم استقلال ببینیم. آندو تیموریان خودش گوشه زمین سانت کوتاش انجام میشه. دفعه توپت بازی کنه پرسپولیس. سید صالحی حرکت رو گوشه زمین آغاز کرده. خود سید مهدیه سید صالحی عقبتر غلامرضا رضایی پیام صادقی ها منطقه بازی رو عوض میکنه. خانزاده پژمان نوری توپ میگیره خطا کرد اونجا. دهنوی امیر حسین صادقی باید بازی رو آغاز کنه. تو بلند میبین از اینکه محوطه جریمه جراسینی زبی سر رو میزنه. اکبرپور آندو خواهی به بزرگی تیم استقلال خسرو حیدری که دلی مسئولیت نرسید به این مسابقه. پژمان منتظری ساموئل میاد رو پای چپ خودش. حالا سانتوش انجام میده روی دروازه و نیلسون بالاتا از همه توپ میگیره. بازاده این ضربه بلند رو میندازه برای سید صالحی. دهنوی صادقیان خانزاده عقبتر
ضربه سر از دهنوی به جواد نکونام توپ مهیا میشه. اکبرپور، مهدی نظری میبره به سمت چپ برای قاضی، ارتباط رو قطع میکنن. دوباره پژمان نوری گوشه زمین توپ رو میگیره. ساموئل، مارکر آقا جانه اومده بود ورزش کنه، نمیدونم کیروش هست یا نیست، من ترس این که خوابش ببره دیگه اصلا نیومده ورزشگاه. نیکبخت رو ملاحظه کردید، اگه بیاد به زمین 20مین داربی خودش رو انجام خواهد داد. خطای دهنوی، کم بیش از همه خطا کرده در این دقایق دهنوی. از سمت راست بازیکن استقلال حرکتی رو آغاز کردن. آندو تیموریان میبره به سمت راست، پژمان منتظری ساندش انجام میده روی دروازه و توپ رو دور میکنن بازیکن قرمز پوش. جواد نکونا، جلال حسینی زبی سر رو میزنه، توپ باید به بیرون زبیش از قبلش دوباره بازی متوقعه کنه چون به سر بازیکن ضربه خورده. محمدی نظری است که احساس ناراحتی میکنه. زمان بازی گذشت، این تماشاگرانی که خیلی ساعت ها قبل به ورشگاه اومدن چیز خاصی هنوز ندیدن. ساعت اومدن خلصبری و فرهاد مجیدی بتونه روند بازی رو تغییر بده. چرا فرهاد مجیدی رو ملاحظه میکنید؟ خمسی های کیروش هم هست و ورشگاه تو جایگاه مخصوص هست که حالا حتما تصویرش ها خواهند داد. فعلا بازی که نکته خاصی نداره، بیشتر تو در میانه میدان ضربه خورده. خطا، من تعداد خطا رو داریم یا نه، اما بالای 10 تا خطا فکرم داشتیم در این 10 دقیقه که از میانگین خطاها در بازی روز جهان خیلی بیشتر هست. خب در مشکل خاصی برای نظری هم پیش نیاد، تماشاگر مراجعه میکنید. اولش کاری به هم نداشتن تماشاگر، اینقدر بازی متوقف شد دیگه حالا دیدم بیکارن چیکار کنن. دارن البته ملو با هم دیگه کری میخونن. ما بین طرفین باید بازی آغاز بشه. آن دو تیمونه اونجا داره شیطنت میکنه. اه خوابش برده بود بکنید از آیشی چه تصویری شکار کردم بچه باید این جالبه. خب تو دقیقه بازیکن استقلال قرار میگیره، پژمان منتظری خب بانداج هم رو سر مهدی نظری انجام شد و بر میگرده به بازی. از خونزشن بر نیومده سر مهدی نظری. حنیف عمران زاده
اکبرپور، جواد نکونام در میانه میدان حرکت آغاز کرده، تکل بلند از پیام صادقیان با تشویق علیدایی همراه میشه، پرتاب برای بازیکن استقلال جیلویت ساموئل، پژمان نوری، نظری، قاضی، توپ از دست میده محمد نوری، گوشه زمین دهنوی خوب عبور میکنه از پژمان نوری، درگیر بازیکن در میانه میدان کاملا مشخص هست، نظری میچرخه، اکبرپور، آندو تیموریان، جواد نکونام، پاس بلند به سمت چپ با آفساید پژمان نوری گرفته میشه، دستور فروغی رو منازم می کنید، کمک دو آقای فقانی، رضا سخندان هم کمک اول هست، پژمان نوری، نکونام و توپی که رها میکنم به مهدی رحمتی برسه، حنیفه عمران زاده، توپ بلند ساند میکنه به محمد قاضی، خوب روی توپ اثر میذاره، نظری پشت به دروازه است، میچرخه که توپ برسونه بازیکن خودی، موفق نیست، پیام صادقیان تا توپ پیدا کنه، آن دو از راه میرسه، آندرانیک تیموریان، اکبرپور، تیموریان گوشه زمین بازیکن عبور میکنه، یک تکل خیلی خوب اونجا زده میشه، حالا حرکت بازیکن پرسپولیس قرمز رضایی و توپ که به قرمز پوشان ببینیم میشه، دفعه بلند از نیلسون، علی دایی که نظامی صحبت میکنه، پرتاب پژمان نوری، بازم کاره خود اون گوشه زمین، خطا به نفع استقلال گرفته شده، واسه چپ بر روی دروازه فرستاده بشه، آندو تیموریان به چند متر دیگه جلو میندازه، دوباره شروع میکنه ببره همون لب خط، کلا توپ رو خوب میفرسته روی دروازه، معمولا آندو تیموریان این لحظه است که اینجا خطا برای پژمان نوری گرفته شد، آندو این با بعد میزنه توش برخورد به مدافعان حریف، حالا زده حمله به تیم پرسپولیس شکل گرفته، پیام صادقیان حرکت آغاز که استاپ سری میزنه، خیلی خوب اونجا پوشش میده پژمان نوری، چیکار کرد اونجا رو به عقب برای مهدی رحمتی، میفرسه به میانه های زمین حریف، صادقیان، غلامرضا رضایی، صاف انجام میشه روی دروازه که رحمتی میگه دو نفر فقط توی زه حریف بودن، در برابر هفت بازیکن آبی پوش، معلومه اینجوری موقعیت گل اصلا ایجاد نمیشه، خانزاده از دروازه بیرون میاد، رحمتی و توپ میگیره، کاپیتان استقلال باید بازی رو آغاز کنه، عمران زاده،
امیرحسین صادقی که تو پست سر میده به مهدی رحمتی. صادقی خریفی رو ملاحظه می کنید. محمد مهدی نظری رو برقب حرکت می کنه. جیلویت ساموئل رو می دازه به سمت چپ برای پژمان نوری که تا دستش هم نتونست کمک بگیره به مهار توپ. بازو کنم سابقه تیم پرسپولیس کلاپیان آبی داربی رو تجربه میکنه. با نگاه اینجا دستش هم سعی کرد استفاده کنه اما نشد. حتی هندش هم گرفته شده. حسینی حالا نمچه مشکل پیدا کردی که میاد داخل زمین باش صحبت میکنن میبرنش بیرون. بازی زیاد متوقف شده در این دقایق 25 هست. اگه واقعا بخواد وقت اضافه نیمه اول حساب کنم بگم تا همه الان 2 دقیقه رو داشته نیمه اول حداقل. خب حسین هم بر میگرده به بازی. نوری سلسله به دنبال توپ یه برگردون از صادق توپ رو برمیگردونه. جیلویت ساموئل خطایی نیست روی قاضی قهرنده چیزی با دو دست سرش رو گرفته تو انداخته میشه در آب. صادقی بازم با حرکت آکروباتیک توپو برمیگردونه. سیاوش اکبرپور آندو تیموریان نکونام اشتباه میکنه ارتباطو قطع میکنه. جعل حسینی و خطا یه نظری گرفته شده برای سید جلال حسینی. سری بازی رو شروع میکنه اصلا چپ نوده تصویر سر رو میبینی بازی کنه پرسپولیس حرکت رو ادامه میدن در سمت چپ موقع به ارسال توپ ساعت انجام میشه روی دروازه. صادقی ضربه اول رو میزنه. حقیقی نوری دوباره خود رضا حقیقی میسم حسینی خودم رضا رضایی گوشه زمین تو سر توپ میزنه. حالا میتونه سانت کنه روی دروازه. سانت کوتاه این ضربه یه نصف و نیمه و توپی که راهی کرنر میشه. یه چی به داخل دیدیم تو این بازی ضربه‌ای که تو چارچوب هم نبود. مهدی رحمتی توپو راهی کرنر کرده و ناراحت روی زمین افتاده. فکر کنم فیلو تو چارچوب نبود. با هم نگاه میکنیم این توپیست که پیدا نوری دفع میکنه. این ضربه محمد نوری خیلی هم توی چارچوب نبود. کورنر از سمت راست بر روی دروازه فرستاده بشه. لیزر هم میدونی چیگه میدازن روی فکرم معلوم از این بردارم میدازن فایده نداره. توپ ارسال میشه روی دروازه یک سربی سر. دوباره تو بوجه سرگردانه به هر شکلی که جواد نکونام برش میگردونه. میثم حسینی پیام صادقیان دوباره خود پیام صادقیان. محمد نوری بنگر اونجا تو بسینه کنترل میکنم آفسایدش گرفته شده توسط آقای سخندان.
بازی رو رحمتی باید آغاز کنه. این اساس آفسایده. بنگر اعلام شد. امیر حسین صادقی پاس بلند به سمت راست. گوشه زمین خطا به نفع تیم پرسپولیس. زبه بادن از نیلسون. این توپ بلند برای مهدی نظری. عصبانیت بنگر و اعتراضی که به مهدی نظری دارم. دست به جیب میشه، یک کارت زرد به محسن بنگر، یه دونه به مهدی نظری. بازیکن آروم خوش اخلاقی هم هست مهدی نظری. این لحظه است که اینجا برخورد داشت با نیلسون، بعدش بنگر اومد باش درگیر شد و به هر دو بازیکن کارت زرد رو گرفتند. بازی رو نیلسون باید آغاز کنه. یه نمو اگه میدونم از کیروش بیانم در این تماشای بازی چی کار داره الان میکنم جالب بود. شیرینی که خوابیده بود اما احتمالا میخواه مربی تیم ملی بشه که خوابیده وسط بازی. پرتابا بازی کنه پرسپولیس تحصیل بنگر باید انجام بدن. بنگر پرتاب میکنه به محوطه جریمه، توپ میزنن بازی کنه استقلال و در نهایت توپ که دور میشه از منطقه خطر. پژمان رو تو به صادقیان رو به بیرون میزنه. پرتاب از خانزاده. ساموئل. قاضی زبی سر رو میزنه. سجل حسینی یک از دهنوی تو برمیگردونه پژمان نوری. باید تو که جواد نکونام به خوبی دور میکنه. بنگر زبی سر رو میزنه بالاتر از مهدی نظری که باند سرش هم افتاد در این فعل و انفعال. حقیقی تیموریان یه زیری خم خاص بگیره. صادقی ها موفق نشد. چقدر عصبانی شد تیموریان.
مرتکب میشه. خب مجیدی هم بلند میشه تا خودش گرم کنه. سر صدا که تماشاگر ایجاد کردن بود که مجیدی بلند شده گرم کنه خودش رو. نظری کمکان باید مدابرش انجام بشه. سیاوش اکبرپور، نوری، سید سالی، حالا اکره بازی کنه پرسپولیس، دهنوی، شد تو اکی رفت، صادقی عجیب بود، تو با هم در اختیار بازیکن پرسپولیس قرار داد، گوشه زمین و اوت به نفع آبی پوشان. بازی محمد نوری خطه دکار نیست، بازی میبره به سمت راست. پیشبار منتظر خیلی خوب، قلم ازار رضایی توپ میگیره، حکر از رضا حقیقی پاپ توپ جلو میره و توپ خیلی راحت خود خود پیشبان میدازش میگیره. جواد نکونا گیرده خوب میزنه وسط زمین. ساموئل دهنوی مزاحمت ایجاد میکنه، پژمان منتظری تعویض منطقه بازی به سمت چپ. پژمان نوری، سیاوش اکبرپور پشت محوطه جریمه، شوت از راه دور میزنه، خوب هم زد، بالای دروازه بیرون رفت. چه فریادی میزنه نیلسون و سر مدافع. کس نرفت رو پاش، اینجا هم زبر با روی پا زد که توپش با این اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. فابیان نیلسون زبر سرسته جلال حسینی، صادقیان پاوه تو پکتی رو آغاز میکنه، از بین دو نفر عبور میکنه و خطا پشت محوطه جریمه، خطا اعدام شد. چقدر اعتراض میکنه آقای قلعه‌نویی به تصمیمات آقای فغانی، فریادش هم سر یدادای جهانبازی میزنه. این لحظه است که خطا روی پیام صادقیان انجام شد. محمد نوری پشت توپ قرار گرفتن، منطقه خوب باشه بازیکن راست پا که بتونه ضربه رو بزنه. صادق من دوباره میشه بگم نوری میخواد ضربه رو بزنه. 27مین کاپیتان پرسپولیس در داربی پشت توپ قرار گرفته، ضربه رو میزنه و توپش از کنار دروازه به بیرون میره. اختلاف هم داشت با چارچوب. خانزاده، اندرانیک تیموریان، مهدی نظری از یک نقطه کورنر توپو میگیره، خود نظری در عرض حرکت میکنه، سانتش انجام میده روی دروازه، بنگر ضربه سر رو میزنه، دوباره یک هفته برگشت توپ به آبی پوشان میرسه، گوشه زمین و خطا. خطا به نفع تیم استقلال، توپ به سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. سیو هشتمین دقیقه مسابقه، این دسته ایست که
خطا انجام میشه تو پس هم راست ببینیم به چه شکلی دروازه فرستاده میشه مگر اینکه روی این گونه ضربات اتفاق خاصی روی دروازه ها نخ بده. تیموری آسانش انجام میشه روی دروازه یک ضربه سر رو توپک از کنار دروازه جواد نکونام به بیرون میزنه. جدی تایی موقع استقرار در نیمه اول بود بخته نیلسون از اینکه خیلی راحت اجازه دادن بلند شه کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون و ضربش رو بزنه. با هم نگاه میکنیم سانتا خوبه آن دو تیموریان اینجا بلند شد ضربش هم زد. نیلسون هم کاری نمیتونست بکن اگه تو در چارچوب گل شده بود برای تیم استقلال. با این اختلاف تو باید کنار دروازه به بیرون رفت. یکره بازی کنه پرسپولیس از دروازه بیرون میاد. مهدی رحمتی برای حنیف عمرانزاده. یه بازی در عمق انداخته میشه که نیلسون تو پیدا اختیار میگیره سریع بازی رو آغاز میکنه برای دهنوی که امیرحسین صادقی زبی سر رو میزنه. خطا برای محمد نوری. حقیقی بنگر سجاد حسینی قرمز رضایی توپ میبره به سمت چپ. یکی از معدود نفوذهای میثم حسینی به توپ هم میرسه. توپ سانت پتروی دروازه کسی نیست تو 18 فقط یه ست سالهی اونجا. جلال حسینی خانزاده چیکار میکنین دهنوی بازیکن این همه سرش دعواست. یکی خوب بازیکن استقلال پشت محوطه جریمه قاضی به دنبال توپ حرکت میکنه. ضربه بلند از جلال حسینی نکونام. محمد نوری دهنوی با صادقیان یک دو میکنه اما توپ پژمان نوری به بیرون میزنه. دهنوی تو بیرون نرفته هنوز. خانزاده صادقیان لب خط خطی در کار نیست. پژمان نوری وسط زمین. مهدی نظری حرکتی رو آغاز کرده. خود مهدی نظری خانزاده نزدیکش میشه مسیرش رو تغییر میده. نظری کسی هم پیدا نمی کنه. حالا میبره به سمت راست کارو خوب انجام میده. پژمان منتظری جواد نکونام بود از شرکت کرده. سانت انجام میشه روی دروازه از روی سر ساموئل عبور میکنه. حالا در این سمت زده حمله چهار تا بازیکن استفاده تو خط دفاع هستن در زمین خود نفر 50 داره اضافه میشه. اما صادقان خیلی خوب دو نفر عبور میکنه. یه پاس ده اون و توپی که در آخرین لحظه عالی تک زد حنیف عمرانزاده نجات داد دروازه تیمش. میگه اینجوری چیپ بندازه ست صالحی خیلی خوب تک زد حنیف عمرانزاده. مهدی رحمتی اینجا با نوک پای خودش توپو دور کرد وگرنه کاملا تک به تک شده بود ست صالحی. نوری تو بانوت آنچه بیرون رفته پچمک مکتب بالاست. پرتابا پیجوان منتظر رو باید انجام بده. چقدر خوشحالش اینگاه گل زده تیم استقلال. فرد مجیدی رو فرد مجیدی به بازی میاد.
اکبرپور داره لنگ لنگان در وسط زمین به کارش ادامه میده، نمیتونه سیگه بازی کنه. سیاوش اکبرپور دایره میانی میدان افتاده، خودش هم اشاره میکنه که میگم پاره شده، تن پشت پاشه و میگه پاره شد. بکنم کشالش کامل، خودش هم فهمید که این اتفاق رخ داده. فرهاد مجیدی به بازی میاد، امید زدن پنجمین گلش به تیمه پرسپولیس. یه لحظه خوشو بهش میکنن. سیاوش اکبرپور از بازی بیرون میره، فرهاد مجیدی به بازی، به حال میزان دوندگی تیمشون پایین میاد اما خلاقیت تیم به حال بالا میره با این تعویض اجباری. چقدر وقت اضافه ایران میکنه آقای جهان بازی درست بخواد بگیره 3-4 دقیقه رو میتونه بگه، 3 دقیقه وقت اضافه اعلام میشه. خطا برای جیلوی ساموئل. جواد نکونام بازی توپش رو بنگر میزنه، آنزاده برای دهنوی، حالا کارلوس کیروش در که رسیمای در سمت راست و گاسپار در سمت چپ. لحظه دیدید بازم داشتن واقعا نگاه میکردن، پشت پاشو تیپ میکنن تا بعدم مداوا روش انجام بشه. قاضی علیدایی توپ در دو مرحله مهار میکنه، میگه همکنان نیمکت پرسپولیس نشون بدم، بیزاد قلمپور هم بود رو نیمکت یا نبود، شما تصور کنیم پرسپولیس بسن گل بزنه قلمپور چه بلایی سره علی دایی میاره. من نیدم نشون دادن، نه بود نه بود، چون نوبتی میشیدن روی نیمکت. نه دیگه نیست، شانس رو داری دارد حتی این بازی که با این روندش گل احتمالا نباید داشته باشه با این روند اگر ادامه پیدام، اگر بازی با فولاد گل زدن داشت قطع نخواه میکرد علی دایی را، غلامپور این بازی دیگه چه شود. به اولین بار از بازی برگشت لیگ هشتم دو تیم در رده جزء رده‌های بالای جدول، جزء سه تیم بالای جدول بودم ولی بازم افاقه نکرده. به هر تیمی اگه در این بازی برنده بشه میره رتبه دوم قرار میگیره، تیم بازنده میره رتبه پنجم، اگر مساوی هم بشه همون چهارم و پنجم میمونند. بنگر زبی سر رو میزنه، یعنی سم حقیقی روی توپ اثر میذاره. جواد نکونام روز خوبهای تیم استقلال بوده، جواد نکونام خطا به نفع تیم استقلال گرفته شد، از سمت راست توپ روی دروازه فرستاده بشه و تمام میشه اصلا بازی. سوت پایان بازی را آقای فغانی به صدا در میاره، بازی 0-0 مساوی به پایان میرسه. من استراتی کوتاه میکنم به امرو همکارم در فرشگاه آزادی پیمان یوسفی، امید آلیشا و وعید طالبلو، اگر فرصت باشه بعد از آن تا قبلش در خدمت شما
خواهند. التماس دعا، خدا نگهدار.